من فکر می‌کنم سالها سوژه‌ای که واقعاً روش وسواس داشتم انسان بود. انسان، غرایزش، جاش توی دنیا. کم کم به این نتیجه رسیدم که مناظر و اشیایی که دارم می‌کشم بیشتر از پیش داره اهمیت می‌گیره، جزئی‌تر میشه و به این نتیجه رسیدم که تخیلی‌ترین و جادویی‌ترین بخش تابلوهای من اصلا مناظرشه. الان فکر میکنم که به یک حالت انسان و مناظر توی کارهای من به یک تساوی رسیده. پرسوناژها دیگه از مناظر جدا نیستن، بخشی از اون هستن و داستانشون به هم بافته شده. یک طبیعت مهال و آسیب دیده، پوشش گیاهی عجیب و پوسیده، بناهای فرو ریخته، جنگل‌های ترسناک و مثل تابلوهای رنسانس شاهدی هست که صحنه رو می‌بینه. صحنه‌هایی که نازنین پوینده در تابلوهاش ما رو به دیدن اونها دعوت می‌کنه، در نگاه اول به نسخه مصوری می‌مونن از رخدادهای غیر ممکن وام گرفته از واقعیت. اما برای رمزگشایی دنیای همزمان آشنا و غریب اونها تلو تلو می‌خوری و خیلی زود خودتو با یک معما روبرو می‌بینی. پرسوناژها حیوانات افسانه‌ای، اسطوره‌ها و نمادها، ماسک‌ها و عروسک‌های خیمه شب‌بازی در دکوری غنی و طاقت فرسا که گاهی در حال فروپاشیه، داستانی بی‌زمان و بی‌مکان رو روایت می‌کنن و تو نمی‌دونی این یک بازی خطرناکه یا یک تاریخ. تاریخی که اونو پس می‌زنی مثل یک خواب بد. وقتی من یه تابلو رو شروع می‌کنم، همیشه باید یه ایده ساخته شده قبلش باشه، حداقل راجع به نقش پرسوناژها. حالا فضا بعضی موقع بعدن ساخته میشه، مثل یک عکس یا مثل صحنه فیلم یک حرکت معلق وجود داره که نمیدونیم قبلش و بعدش قراره چه اتفاق بیفته و من از دوستانم میخوام دقیقاً اون نقش رو بازی بکنن. حتی لباس یا زیورالات یا آرایش و همه ایناشون هم مشخص شده است. همین جایی که من وایسادم. و این از قبل بعضی موقع ها مثل یک فلش میاد تو ذهن من، مثل تصاویری که دقیقا آدم توی خواب میبینه، نمیدونه دقیقا از کجا اومدن ولی کاملا با زندگی شخصیش و با اجتماع مربوطن. مضمون اغلب کارای من راجع به ترسه که غریزه اصلی انسانه به نظر من، و تمدن‌ها اومدن و این ترس رو ترجمه کردن به چیزای دیگه، ولی حتی همه احساسات روزمره ما روی همین غریزه اصلی می‌گرده. Même sur les personnages, peut-être que ça donnera quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime les monstres. Globalement. Phage. Le côté ogre. Moi, j'aime bien les filles qui aiment les monstres. Le monstre fait partie de nous. Oui. C'est pas forcément une chose extérieure. Non. Il est en nous, on l'aime aussi parce qu'il fait partie de nous. Bah, je pense que si tu arrives à l'aimer, t'es vachement mieux barré. Dans ma peinture... chaque détail peut avoir une signification symbolique, mais c'est pas forcément pour cette fonction que je le mets. C'est aussi pour sa facteur esthétique, oui. Mais c'est pas encore suffisant. C'est aussi, j'ai besoin de ça, comme une sorte d'obsession. Delphine Chiavaldini, douste scénographe, hast, va tarer les bosses. برای تئاتر اکثرا کار میکنه. کارهای ما یه جوری به هم شبیه، تصمیم گرفتیم که با هم همکاری بکنیم. اون خیلی با بخشندگی زیاد به من پیشنهاد کرد ایده‌ای بهش بدم و اون یه دکوری بسازه
و من بهش خیلی آزادی دادم، فقط یه تصویر بهش دادم، گفتم یه دختری هست موی سیاه داره و یه دیوی رو بغل کرده، این دیوه فرم خاصی نداره، کمی آبسترس، و این توی یک دکور یک جاییه که زمان درش عبور کرده. وقتی که این کار شروع کردم به نظرم رسید خیلی سریع این دکور واسه من زیادی خالیه، فکر کنم توی این دکور خیلی چیزای زیادی رو اضافه بکنم کم کم. La pose, c'est à peu près. Bon, on va essayer, hein. On va essayer ce que ça donne. Mais parce comme que là, ça. Parce que là c'est... Donc, ça, c'est un peu, je sais pas. Tu vois, elle sera comme ça. Fais-moi croire, c'est parce que l'insan ou juste d'or, c'est parce que Tamadon ou juste d'or, مفهوم دیو هم وجود داره و دیو فکر میکنم یه بخشی از تاریکی های خود انسانه و این شیفتگی هم که این انسان برای دیوا داره براشون کلی فرم درست میکنه که خیلی موقع هم فرمای انسانی دارن، این سوالاییه که انسان نسبت به بدیای خودش و قسمت تاریک خودش داره در حقیقت. من دسامبر سال پیش در ایران اولین نمایشگاهمو داشتم در گالری آران و باید با عرف و قوانین ایران این تابلوها جور در می اومد وگرنه امکان نمایشگاه گذاشتن وجود نداشت. پس این پرسوناژا تو این تابلوها دیگه توی اون مناظر بکر دست نخورده نبودن، توی مناظری بودن که بازم جادویی بود ولی پرسوناژای امروزی بودن با لباسای امروزی. منی که عادت کردم آزادانه ترین تصاویر رو به آزادانه ترین فرم بکشم، زبان خودم رو داشته باشم، برام فروختن یا نفروختن تابلو مهم نباشه، فقط چیزی که بیان میکنم برام مهم باشه، خب برای من خیلی سخت بود که قبول کنم یه حد و حدودی توی کارم بیارم. برهنگی توی کار من یک حالت نمادین داره. کارای من اغلب راجع به غرایز اولیه انسانه و من فکر میکنم که وقتی که انسان برهنه است اولیه ترین حالت ممکنه داره، یعنی هیچی اونو از بیرونش جدا نمیکنه، اونم بخشی از طبیعته. خیلی موقع هم کارای من حالت اسطوره‌ای داره، از اسطوره ها، از داستان ها، از آرکتیپ ها الهام گرفته. اینا منو یاد انسان در اولیه ترین حالتش میندازه. به نظر من برهنگی راحت ترین راه بیان کردن این احساسات یا این غرایزه. تابلوهای نازنین پوینده کلاژی هستند از ارجاهای هنریش، متأثر از میراث شرق و یک گذشته غربی بازنگری شده، موزه ها و کتاب ها. عکاسانی مثل گریگوری کرتسون که با صحنه آرایی تصویر ذهنی خود و پرداختن جزئیات اون آثاری نزدیک به نقاشی خلق می کنن، در مسیری که نازنین پوینده در نقاشی هاش پیموده بی تأثیر نیستن. یا نقاشان معاصر مثل نوگاه نقاش آلمانی، پیتر دوگ کانادایی یا جانکارین انگلیسی، نقاشانی که با تخیل خود به بُعد جادویی آثارشون بالو پر دادن. تلاش او برای دادن تولد دوباره به فرمهای انسانی در چشم‌اندازی از ترس و مرگ، پرداختن به جزئیات در دکوری تخیلی که ردپای معماری رنسانس ایتالیایی و آلمانی در اون به چشم می‌خوره و طرح معمایی درباره گذشته و هویت انسان، همه نشون از شیفتگیش به هنر رنسانس دارن. اما گرایش به استفاده از نمادهایی که متعلق به ناخودآگاه بشرن، زبان هنریش رو شخصی تر و جهان شمول کرده.
فکر میکنم اون موقعی که المانای شرقی خودشون تو کارهای من وارد کردن، موقعی بود که دیگه یه چیزایی رو یاد گرفته بودم، تسلط داشتم و سالها من فکر میکردم که به خاطر اینکه خودم شرقیم و یک داستان شخصی خیلی غنی دارم، اگر بخوام فقط راجع به اینا تو کارم صحبت بکنم هیچ ریسکی بر نمیدارم. شاید خیلی هم راحت تر بود و خیلی هم موفق میشدم، ولی احساس میکردم نه، دلم میخواد کاری بکنم که بلد نیستم و یاد بگیرم. من احساس نمیکنم متعلق فقط به یک فرهنگم و دنیا رو فقط از دید یک فرهنگ نمیبینم.